بازی لوکا برسل و رابی ویلیامز تو سومین روز مسابقات یورپیان مسترز. رابی ویلیامز اولین فریم را شروع میکنه و حالا پوزیشنش خوب شده و داره بریک میکنه که بعد دهم پاس فرصت میده به لوکا برسل. حالا لوکا برسل بازی رو با فری بال شروع میکنه، توپ قهوه‌ای رو پات میکنه، اجازه توپ قهوه‌ای، توپ زرد پات میشه و میاد به قسمت پایین میز که بعد پاک کردن توپ قرمز میس میده و دوباره فرصت عالی واسه رابی ویلیامز. 13 19 چانونو کوب و پوزیشن واسه توپ مشی، بعد توپ مشی توپ داره واسه کورنر و 27 دوباره پوزیشن توپ مشی، باید ببینیم میتونه چانون بکنه یا نه که ترجیح میده آخرین توپ جدا از پک رو پات بکنه. 35. و بعدش میره واسه کنون و کنون موفق. 33. توپ داشت واسه کورنل پاکت و بعد کورنل هم توپ مشی. 51. رابی ویلیامز اولین فریم رو تموم میکنه با یک بریک عالی، بعد اینکه لوکا برسل نتونست از فرصتش به خوبی استفاده بکنه و تا اینجا 77 امتیاز بریک کرده که بعد اینکه بتونه توپای رنگی رو آخر پات بکنه بریکش 104 میشه. چه تو پوزیشن واسه توپ صورتی ناموفق میشه و میرم واسه دومی فرم بازی. رابی ویلیامز دومین فریم هم داره خوب پیش میره و این فرصت رو داره که تو یک نوبت برنده فریم باشه. تا اینجا به خوبی با توپ صورتی پلی کرده. پنجه و چهار امتیاز. توپ کورنل رو به خوبی پات میکنه و بعد اینکه فریم بالش رو پات میکنه با یک توپ فلوک فریم کامل تموم میشه به نفع رابی ویلیامز. تو سوم فریم توپ پرسل تو پاک کردن لانک شات ناموفق استش و رابی ویلیامز میاد روی میز یک توپ بلند عالی
کوه قرمز دو قسمت بالای میز داره و داره اونا رو با توپ های بالک بریک میکنه. پنجاه امتیاز بریک و حالا 56 پریم بالش پاک میشه و سه پریم بازی کاملا طوفانی توسط رابی ویلیامز تموم میشه و حالا لوکا پرسل میره واسه یه شتوپ پلن تا پریمو شروع بکنه. موفق میشه تو فاک کردم و حالا روی میز دوباره یک فتالی توسط لوکا برسل این قسمت بعد 42 امتیاز اون 20 میده و دوباره فرصت هست واسه رابی ویلیامز. رابی ویلیامز هم 20 میده و فرصت واسه لوکا برسل تا با چند تا باد دیگه 14 برندی فریم بشه. 15 لوکا برسل فریم حالش رو پات میکنه و فریم تموم میشه. نتیجه 3-1 دوباره لوکا برسل با یک پات فوق العاده عالی. 4 بریج داره حالا یک کانون لوکا برسل یک بریک عالی انجام داد و فریم بالش هم پاک کرد و حالا برنده فریم هستش. بازی 3-2 بلن بلن به نفع رابی ویلیامز.
ششمین فریم بازی، دو بازیکن بیشتر بازی سیفتی میکنن تو این فریم و هر کدوم از بازیکن‌ها بریک های پایینی میزنن و بعدش بازی میره رو سیفتی. که تو این قسمت آخر فریم رابی ویلیامز فرصت میگیره و سه تا پات عالی به صورت دوبلت برای توپ آبی فول میده که اسنکل میخواد و لوکا برسل توپ صورتی رو پات میکنه. حالا نتیجه مساوی میشه. دوباره تو این فریم لوکا برسل و رابی ویلیامز بیشتر وارد بازی سیفتی میشن. هر کدوم بریک کردن. لوکا برسل تو این فریم بریک خوبی کرده و بازی خوبی انجام داده. رابی ویلیامز به قسمت اسنوکر شده و موقع بیرون اومدن از حالت اسنوکر توپ فولو که عجیبی پات میکنه که نمیتونه از فرصتش استفاده بکنه و حالا لوکا برسل داره کامبک فوق‌العاده خوبی میزنه به رابی ویلیامز و بازی سیج باخته رو تا اینجا 4-3 کرده و یک فریم احتیاج داره تا برنده بازی بشه و به دور بعد صعود بکنه. دوباره یک بلوک عجیب از رابی ویلیامز که دوباره فرصت میده به لوکا برسل. این کنون ناموفق میشه و یک دوبلت پاکت فوق العاده زیبا توسط لوک برسل پات میشه و بعد اون پات فرصت میده به لوکا برسل که بازی فرصت میده به رابی ویلیامز و رابی ویلیامز برنده فریم میشه. بازی میره رو دیسایدر فریم. تو فریم دیسایدر لوکا برسل فرصت میگیره و تا اینجا بریک کرده. شست و سه امتیاز و توپ مشی فریم دیسایدر رو به پایان میرسونه. لوکا برسل بریک فوق العاده خوبی انجام داد و برنده بازی و فریم دیسایدر میشه مقابل رابی ویلیامز. رابی ویلیامز سه فریم اول رو بازی خوب و لده خوبی کرد و سفرم با بریک بالا و بعدش ناموفق شد تو دو فریم باقی مونده بازی که این فرصت رو به لوکا برسل داد.
حالا کابرسل با نتیجه 5-4 پایان میرسونه.